تاثیر ویروس کرونا روی دیابت نوع یک و دو با هم متفاوته احتمال بهبود این افراد چقدر هست امروز به پرسش های شما در مورد دیابت جواب میدیم خیلی ممنون که سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی ات بی, بی سی شما میفرستید من نازنین معتمدی هستم تهیه کننده برنامه 37 درجه و مهمون امروز ما از قرنطینه دکتر وفا تباتبایی طب هستن متخصص قدرت از نیویورک خیلی خوش اومدین خانم دکتر خیلی ممنون یکی از مخاطبای یک سوالی فرستاده بشنویم من مبتلا به دیابت هستم رو رعایت میکنم رو میخورم بنابراین تا حدود زیادی قندم رو دارم کنترل میکنم میخواستم ببینم که آیا من هم به واسطه اینکه دیابت دارم بازم جز در واقع های ریسک ها محسوب میشم در ابتلا به کرونا به طور کلی دیابت جز بیماری های زمینه ای محسوب میشه اما این به این معنی نیستش که افرادی که دیابت دارن در معرض خطر بیشتر ابتلا به کرونا و بیماری کووید 19 هستند بلکه به این معنیه که اگر به بیماری کووید 19 مبتلا بشن احتمال این که بیماری وخیم بشه و دچار عوارض جانبی ناشی از بیماری بشن زیادتره. با این حال اگر که ایشون داروهاشون رو مصرف میکنن و دیابتشون تحت کنترله این احتمال وخامت بیماری کووید 19 رو در صورت ابتلایشون پایین میاره. خیلی ممنون سال حامد رو بشنویم. تفاوت دیابت نوع یک و نوع دو در مقابله با کرونا چیست و اینکه فرد دیابتی چه اقداماتی رو متفاوت از افراد عادی در مواجهه با کرونا انجام باید بده به طور کلی تفاوت زیادی بین بیماری دیابت یک و دو در مورد ابتلا یا وخامت بیماری کووید 19 وجود نداره منتها در مورد سن افرادی که به دیابت مبتلا هستند و همینطور اینکه چندین سال به دیابت مبتلا بودن و آیا دچار عوارض جانبی دیابت هستند یا نه اینها تاثیر بیشتری داره در اینکه نتیجه ابتلاع به بیماری کووید 19 در بیماران چی خواهد بود در مورد احتمال بهبودی به طور کلی اکثر افرادی که به بیماری کووید 19 مبتلا میشن بهبود پیدا میکنن و درصد کمی هستند که به بستری شدن در بیمارستان و یا تنفس مصنوعی نیاز خواهند داشت. با این حال هر چقدر تعداد بیماری های زمینه ای در افراد بیشتر باشه از جمله دیابت احتمال اینکه به بیماری وخیم دچار بشن و نیاز به بستری شدن در بیمارستان و حمایت های پیشرفته داشته باشن بیشتره. اقداماتی که خود بیمار میتونه انجام بده برای اینکه به بهبودی خودش کمک بکنه مثل همه افراد دیگه استراحت مصرف مایعات داروهاشون رو سر موقع مصرف کنن داروهایی که در مورد بیماری های زمینه ایشون به عنوان مثال داروهای دیابتشون رو به موقع مصرف کنن و با پزشکشون در تماس باشن یکی از مخاطبا پرسیده من و پدرم هر دو دچار دیابت هستیم آیا نیازی هست که دوز داروهای قندمون رو بالاتر ببریم یعنی آیا ویروس کرونا وقتی قند خون بالاتر هست راحت تکثیر میشه من توصیه میکنم که بدون مشورت با دکترتون دوز داروهاتون رو تغییر ندین. ابتلاع به بیماری قند خون یا دیابت احتمال بیماری وخیم رو در صورت ابتلاع به کووید 19 افزایش میده ولی این به این دلیل نیستش که قند خون بالا به تکثیر ویروس کمک میکنه. بلکه به این دلیل که بر توانایی سیستم ایمنی بدن در مقابل با ویروس تاثیر میذاره. دکتر تبا تبایی پیش اومده که کووید 19 خودش مسبب ایجاد بیماری دیابت تو افراد باشه این سوال خیلی خوبیه و ما به طور کلی در حال بررسی این هستیم که آیا این احتمال وجود داره یا نه ما میدونیم که مواردی از دیابت جدید در بیمارانی که با بیماری کووید 19 مراجعه کردن دیده شده اما متاسفانه تا الان قطعا معلوم نیست که آیا واقعا ویروس سارس کووی 2 باعث ابتلاع به دیابت شده یا اینکه آیا این افراد یه دیابت ملایم و خفیفی قبلا داشتن و فقط در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 وخامت دیابتشون بیشتر شده و به این شکل با علائم دیابت مراجعه کردن بنابراین قطعا هنوز مشخص نیست یه بار یادآوری میکنید علائم دیابت چی هست افزایش اتش نسبت به حالت معمولیشون و همینطور افزایش ادرار و تاری دید کاهش وزن کاهش و اشتها مراجعه میکنن گاهی با افزایش اشتها خیلی ممنون سال امیر رو بشنویم سال من در مورد شخصی از 39 ساله با دیابت نوع دو و فشار خون که هر دو در کنترل هستند و همچنین بی ام آی بالا و کبد چرب دچار یک حالت های از تب و لرز دوره ای میشه و همچنین ضعف و خستگی خیلی خیلی زیاد سالاتی که انجام شده از پزشکای عفونی یا داخلی که دوره بر ما هستن هیچ کدوم هیچ اندیکاسیونی رو ندیدن که این شخص بخواد مثلا تست پی سی آر رو انجام بده آیا لازم هستش که کار دیگه انجام بشه؟ خب این کاملا طبیعیه که این روزها ما بیشتر توجه و نگرانیمون به بیماری کووید 19 هست ولی با این حال نباید از احتمال بیماری های دیگه هم قافل باشیم اگر که این بیمار تبشون بیش از دو سه هفته طول میکشه و به خصوص اگه ای اونطور که من از سال متوجه شدم باید احتمال بیماری های افونی دیگه هم در نظر گرفته بشه بنابراین من توصیه میکنم که حتما به پزشکشون مراجعه کنم خیلی ممنون دکتر تبا تبایی شما هم سالهای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام ما ات بی بی سی شما بفرستید